امروز با آموزش میخوایم سفر کنیم به کشور لبنان، غذاهای لبنانی براتون آوردم و پراشکی لبنانی یا فطائر گوشت. مواد لازم عبارتند از گوشت چرخ کرده 400 گرم، پیاز 3 عدد، پودر آماده خمیر پیتزا 1 بسته، سنوبر 1 فنجان، سماق 1 قاشق غذاخوری، دارچین 1 قاشق مرباخوری، نمک، فلفل، زردچوبه به میزان لازم. بله. خواهش می‌کنم. خانم برای فطائر یه بار اسفناجش رو فطائر اسفناج آموزش دادن، دوستان خیلی از این آموزش استقبال کردن. ترجیح دادم خانم امروز با فطائر حالا گوشت در خدمتتون باشم و یه ماده معجزه آسا که داخل این مواد هست که نامش هست سنوبر. میوه درخت کاج برای کسایی که بیماری قلبی دارن فوق العاده عالیه خانم. سنوبر بله. باعث میشه که رگای قلب باز بشن. خوردنش تقریبا مثل دونه های مغز بادام و پسته میمونه ولی خیلی خوشتم تره. بله. من تا به حال تجربه نکردم. خب بعد از اینکه پیاز رو داخل ظرف ریختیم تا فقط خانم امنی انجام میخوان یه مقدار سبک بشه پیازمون. بله. بعد از اینکه پیازمون سبک شد گوشت چرخ کرده من بهش اضافه میکنم با اجازهتون. ببینید من الان از روغن خیلی کم استفاده میکنم. روغن هم که استفاده میکنم حتما باید روغن کنجد باشه. دوستان عزیزم من حواسم بهش شما راحت باش. زحمت شما بعد از این که گوشت و پیاز رو با هم دیگه مخلوط کردیم، آب گوشت کشیده شد و پیاز هم تقریبا شیشه رنگ شد. بله. ما به اون دانه های سنوبرمون که تقریبا مثل تخمه های آفتابگردان میمونه از داخل اینجا باز میکنیم و به این صورت از مغزش که یه کوچولو تفتش دادم خواهد من اینجا اگر که اینو بو کنی شما عطر خوشایندش رو احساس میکنیم چه عطر فوقلاده ای داره. علاوه بر اینکه مواد مغذی فوقلاده زیاده داره عطر خیلی خوبی هم به غذای ما میده. سنوبرم اضافه میکنم. چاشنی این غذا سماق هستش که در آخر استفاده میکنم. ما جلسه پیش قرار شد که در مورد 11 کاهنده درد طبیعی صحبت کنیم. خاطرتون هست در مورد زردچوبه صحبت کردیم. بله. امروز میخواییم به اون اضافه کنیم دارچینو که هم تو شیرینی ها ما ازش استفاده میکنیم، هم در دسر، نان و تو چای. میتونم دوستان عزیزم چایشونو معطر کنم. ششمه دوم سال خیلی من و حالا چاشنی اصلی ما در واقع سماق هستش. خب سوالای دوستان ما رفت به این سمت شده که سنوبر از کجا تهیه کنید؟ سنوبر رو میتونن دوستان عزیز من از اکثر آجر فروشی ها تهیه کنن. دارم؟ بله. گرون که نیست؟ با خواصی که داره به نظر من خریدنش فوق‌العاده به صرفه چون برای بیماری های قلبی خیلی مناسب هستش. کسایی که فشار خون بالایی دارن توصیه میکنم از این ماده استفاده کنن. یعنی من خودم حواسش دیدم خانم میان که توصیه میکنم. خیلی عمل. بعد از اینکه آماده شد موادمون اجازه میدیم سرد بشه. خمیر رو که دوستان عزیز من مرتب آموزشش رو دادم باز میکنم. بعد از اینکه باز کردم من یه قاشق داخل خمیرم میریزم و با قالب هایی که تمام عزیزان در منازلشون دارن میتونن به فرم ها و شکل های مختلف هستش کار انجام بدن. فقط نکته که وجود داره اینه که قالبشون خیلی محکم باید فشار بدن. بله. اینجا حالا اگه قالب هم نبود که با دست هم مثل قطاب که آماده. بله. میکنیم همون روشه دیگه. بله مثل قطاب همین که به صورت بخچه میتونن که من اگه خاطرتون باشه برای آموزش فطائر اسفناج توضیحش رو دادم. بله. بعد از اینکه به این حالت در اومد خیلی راحت توی روغن شما زحمت کشیدین توی روغن سرخش میکنی. روغن هم باید حسابی داغ باشه. بله دیگه. توی شیرجوش باشه که حالا گودتر باشه. بله. و به راحتی بتونم یعنی سرخ شدم کجا دارمش و وقتی که سرخ شد این سمت چیزی میترسم به سوزه خواهد. من لطف کردی خیلی متشکرم کمکی که به من دادی انجام وزی پس. بله. و به این صورت پراشکی لبنانی ما آماده شد خانم. بله. حالا اگه الان دوستان دمت دارین خمیر. بله. آماده دم. بله. دست اگر نداشته باشن این قالبا رو بهشون یه آموزش. بله. میکنه که زمان داریم. خواهش میکنم.
خانم امیان جان اجازه بدیم به دوستان عزیزم بگم اگر که سنوبر دم دستشون نبود از گردو میتونن استفاده کنن. دقیقا مثل گردو امگا 3 فوق‌العاده بالایی داره. بله. من اگه اجازه بدین خمیرم رو باز کردم. بله. ببخشید. روغن خیلی داغ شده بود. خانم بردارم. من برداشتم از روی هر کامل دادیم. دیگه به شله. پس خواهش میکنم خاموش هم بکنید که صرفه جویی هم کرده باشیم. ممنونم از شما. عذرخواهی میکنم. خب اگه دوستان عزیزم در منزلشون از این قالبا نداشتن یه مربع در میارن، مواد داخل مربع میریزن و به صورت بخچه‌ای جمعش میکنن کارا. میزان خیلی کم داخلش میذارن و بعد به این صورت اطراف خانم امیان جان فقط به هم دیگه میرسونن و با دستشون کناره های کار رو جمع میکنن. حال دوستان عزیزم که در منزل بدون دستکش کار میکنن خیلی راحت تر بتونن کار انجام بدن. نکته هست در مورد کارش که بگید یا نه؟ فکر کنم تمام نکات رو گفتم. کار خیلی راحته. فقط اینکه قالبا رو دوستان عزیزم پیام داده بودن که قالبا رو از کجا تهیه کنن. میتونن از قنادی ها، از کسایی که لوازم قنادی میفروشن، شیرینی فروشی ها، تمام این قالبا دم دست هستش.